درود بر شما. 25 شهریور ماه 1401 خورشیدی و 16 سپتامبر 2022 میلادی. امشب در صفحه آخر گفتگوی اختصاصی داریم با آقای فرهاد سلمانپور ظهیر، زندانی سیاسی اوین، که روز سه‌شنبه 1 شهریور ماه از شهریور ماه 1401 همین ماه از زندان گریخت و همچنان گریز پاست. پرده آخرم خواهیم داشت طبق معمول آخر برنامه. فرهاد سلمانپور ظهیر، زندانی سیاسی که به اتهام‌های از جمله افشای اسناد طبقه بندی شده، تبلیغ علیه نظام، توهین به رهبر و بنیانگذار جمهوری اسلامی، از سال 95 بارها بازداشت شده و به زندان افتاده. آخرین بار در دی ماه 98 به اتهام‌های مشابه، حالا جزئیات چی صحبت می‌کنیم، بازداشت شد و در دادگاهی به ریاست ابوالقاسم صلواتی معروف به 26 سال زندان و 20 سال تبعید محکوم شد. این حکم بعداً گویا شکسته شد به 15 سال و بعد 12 سال و که 10 سالش محکومیت قطعی بوده است. از زمانی که فرهاد سلمانپور ظهیر از زندان اوین فرار کرد، عده‌ای تا اونجایی که من خوندم و دیدم در خارج از کشور که رسانه، بعضی رسانه ها دستشونه یا در رسانه ها نفوذ دارن، نوشتن چون این چیزی ناممکنه و حتی نوشتن که او رو فراری داده اند تا مأمور وارد مخالفان کنند و از این حرفا. خلاصه یه عده‌ای که یا جوانند و جویای نام یا وابستند و مزدور دار و دسته ای از آخوندهای حاکم این حرفا رو پخش کردن، از جمله گفتن که فرهاد سلمانپور ظهیر به دلیل کلاهبرداری و جعل سند و این چیزا زندانی بوده و اصلا زندانی سیاسی نبوده. برنامه امشب برای گفتن حقیقت در این باره است و درباره فرار او از زندان. اول میریم خدمت آقای محمد حسین آقاسی، وکیل فرهاد سلمانپور ظهیر. آقای آقاسی خوش آمدید به امشب صفحه آخر. بفرمایید که اتهام های موکل شما فرهاد سلمانپور ظهیر بر طبق اسناد دادگاه که بر اساس اون حکم مجازات بهش داده شده چی؟ پرونده‌ای که من در اون وکالت داشتم در مورد مسائل سیاسی امنیتی بود و ایشون به اتهام اجتماع تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور و اهانت به مقامات فراز اول حکومت، همینطور اشاعه اکاذیب و فعالیت علیه انقلاب اسلامی بود و محکومیت هم از همین بابت. آقای آقاسی، حکم پرونده های متعددی که داشته است آقای سلمانپور ظهیر بارها شکسته شده، نمیدونم یا ایشون تبرئه شدن یا پرونده، به هر حال همینطور که من اشاره کردم کلی در آغاز، این شکسته شدن ها آیا به دلیل همکاری احتمالی فرهاد سلمانپور ظهیر با حکومت بوده است یا اصولا برخورد سلمانپور ظهیر در زندان و در محاکمه ها آنطور که شما شاهد بوده ای چگونه بوده؟ من اول اون قسمت رو به شما و بینندگانتون توضیح بدم. مطلقا ایشون به هیچ وجه همکاری و یا در واقع همراهی با مقامات و ضابطی نداشته و حتی در جلسه دادگاه که ما حضور داشتیم با رئیس دادگاه مفصل صحبت کرد، چون پسر باسوادی هست، تحصیل کرده است، علامه درس خونده، فوق لیسانس هم داره، ولی صحبت هایی که کرد حتی من هم که از این گونه موکلین و پرونده ها دارم به شدت تحت تاثیر قرار داد. دادگاه هم من احساس کردم که به نحوی نرم شده و در واقع داره به دقت گوش میکنه، درد مردم رو مطرح میکرد. این اختلاس ها و سوء استفاده ها، رو بودن اموال بیت المال و مردم، اینها او رو به درد آورده بود که من هم خیلی خوشحال بودم که وکالت این پسر رو بر عهده دارم. به هیچ وجه آیه فراحتی کتمان نمی کرد اون چرا که قبلا گفته بود و یا در پرونده بهش نسبت داده شده بود در باب مقابله با برخی از ناهنجاری هایی که در سیستم
در واقع حکومت کردن وجود داره و همه از اون مطلعن. من به عنوان بیان کننده اولیه اون نیستم. بنابراین کسانی که در این راستا اتهامی رو به ایشون وارد میکنن و نسبت میدن، به شدت من اینها رو نقد میکنم و مخالفت میکنم. آقای فراحتی اجازه بدید من این رو هم عرض بکنم، فقط دو نفر رو من خارج از دادگاه هم از اونها دفاع کردم، یکی این پسر هست و یکی همونی که به عنوان آریو برزنه، که هر دوی اینها هم از زندان اوین به نحوی از آنها آزاد شدن که قانونی نبوده و به همین دلیل بهشون تهمت‌هایی رو در واقع وارد میکنن. آخرین بار آقای آقاسی که فرهاد سلمانپور رو دیدین شما؟ من در فشافویه ایشون رو ملاقات کردم و بعد در دادگاه، و خدمت شما عرض کنم که در پرونده‌ای هم داشتیم که اخیراً در رابطه با فوت یا قتل اون شاهین ناصری که معلان وکیل اولیای دموع هستم و در زندان در واقع یا به قتل رسید و یا تقصیری مرتکب شدن که فوت کرد و ایشون اطلاع رسانی کرد خیلی مفصل، بنابراین دادگاه زندان از او شکایت کرده بود و من به عنوان وکیلش در دادگاه حاضر شدم. ایشون هم به صورت آنلاین از زندان مورد محاکمه قرار گرفت. من اگر صدای من ایشون میشنم میخوام که خبر خوش به ایشون بدم. روز یک شنبه 3 روز بعد از فرار ایشون محاکمش بود در این دادگاه و دیروز رأی رسید که از این باب تبرئه شد با استدلالی که صورت گرفته، به هیچ وجه هم همکاری نکرد به ایشون. باز هم تاکید میکنم از اون باب تبرئه شد، ولی همون 10 سالو داره در پروندهش. آقای فراحتی خیلی جالبه من خدمتتون عرض بکنم که مجازات بفرمایید کوتاه بفرمایید آقای 610 قانون بله مجازات ماده 610 قانون تعزیرات برای اجتماع تبانی 2 تا 5 سال حبس است. در دادگاه همونطور که عرض کردم به راحتی ایشون مطالبش رو عنوان میکرد و آخرین بار گفتش که آقای رئیس دادگاه بار دیگه که من اینجا بیارن بابت این اتهامات کوچیک نیستش و به همین دلیل دادگاه 1 سال بیشتر از حد اکثر به ایشون مجازات داد، یعنی 6 سال به اضافه 3 سال هم برای موارد دیگه 9 سال تو پرونده‌ای که من وکالت داشتم ایشون محکومیت گرفت. بسیار ازتون سپاسگزارم آقای محمد حسین آقاسی، وکیل پایه دادگستری و حقوقدان در ایران. خب در خدمت آقای فرهاد سلمانپور ظهیر هستیم که نمیدونم از کجا به هر حال ارتباط خوشبختانه تکنولوژی باعث فناوری باعث شده است که ما به هم وصل بشیم. آقای سلمانپور درود بر شما. قبل از اینکه به ماجرای فرارتون از زندان بپردازیم درباره خودتون بگین. شما یعنی امشب من میخوام در واقع یک پروفایلی، یک چهره بینی از شما داشته باشیم. شما متولد 29 آبان 1361 هستین. طبق کارت عضویتی که اطلس زندان‌های ایران منتشر کرده، فرهاد سلمانپور عضو فعال بسیج بوده و یک دورم نماینده حفاظت اطلاعات سپاه در واحدهای بسیج و گویا یک سردار سپاه پارتی شما شده برای عضویت در بسیج. من به گوشم بفرمایید. درود بر شما. خدمت شما عرض کنم که ورود من به نهادهای انقلابی نظیر بسیج و یا سایر نهادهای نظامی و امنیتی رژیم جمهوری اسلامی به لحاظ این که تو دوران زیر 18 سال یعنی دوران کودکی کلید خورد از سن 14-15 سالگی، خب مسلماً از روی عقلانیت و خردورزی نبود. عرضم خدمت شما که من تو دوران کودکی خودم به یه نوعی مبتلا به بیش فعالی بودم و هیجانات کاذبی داشتم و این هیجانات کاذب کار دست من داد بالاخره یک روزی، و اون این که من توی محیط مدرسه دچار یک بی‌انضباطی بدی شدم که مستحق اخراج از مدرسه تشخیص داده شد و پرونده منو در اختیار حراست قرار دادم و به ام اعلام کردن که هیچ وقت توی هیچ کدوم از مدارس روزانه نمیتونم نام نویسی کنم و باید برم به بزرگسالان. اون مرحله بود وقت از خانواده نمردون که صبح بلند میشدم میرفتم توی امامزاده ای مینشستم تا ظهر و ظهر برمیگشتم خونه و وانمود میکردم که
مدرسه بودم. تا اینکه به یک سری از این مراسم‌های مذهبی رسیدیم که مراسم اعتکاف بود که خودتون می‌دونید یک عده میرن تو مسجد نیایش و دعا می‌کنن که به آرزوهاشون به مراد دلشون برسن. خب من اون موقع به خاطر این مشکلی که داشتم تصمیم گرفتم و از مادرم اجازه گرفتم که تو مراسم اعتکاف تو اون سال حضور داشته باشم و توی این مراسم اعتکاف که داشتم توی مسجد نماز می‌خوندم و گریه و زاری و از خدا می‌خواستم که مشکل منو حل کنه. خب اون زمان بچه بودم و دنیای خیلی کوچیک و پاکی داشتم، نهایت آرزوهام همین چیزایی. یک نفر دستش رو گذاشت روی شونه من و به من گفتش که پسرم مشکلت چیه، چرا انقدر گریه می‌کنی؟ و من مشکلمو به ایشون اعلام کردم و ایشون خندید و گفتش که این که مشکلی نیست، حل میشه. همین فردا که از این مسجد شما اومدی بیرون زنگ میزنن از آموزش پرورش و بهت میگن که باید برگردی سر کلاس درس. و مشخصات منو یادداشت کرد و یه آدرسی هم از خودش داد، گفت من حاجت هستم، میتونی بیای فلانجا اگر خواستی منو ملاقات. آدرس یکی از مقرهای سپاه رو مربوط به نیروی مقاومت بسیج بود. خلاصه من واقعا همینطور هم شد. بعد از اینکه از مسجد خارج شده بودم و به منزل برگشته بودم، دیدم که از حراست اداره کل آموزش پرورش با من با منزل تماس گرفتن، به من اعلام کردن که شما میتونید به کلاس درستون به مدرسه‌تون برگردید. و من به پاس این خدمتی که ایشون به من کرده بودن خواستم که از ایشون تشکر کنم، یه جعبه شیرینی تهیه کردم و به اون مقر سپاه رفتم و تازه اونجا متوجه شدم که این حاجهتی که خودش رو به من حاجهت معرفی کرده بوده در واقع سردار، یه سردار سرتیپ سپاه و به نام سردار احدی. سرتیپ پاسدار توکل احدی، درست عرض میکنم؟ بله، توکل احدی. عرض که به لحاظ اینکه تبریزی هم بودم و من هم تبریزی، آشنایی جالبی هم داشتیم و دورادور ظاهرا اقوام و خانواده من رو میشناختن و خیلی منو تحویل گرفتن مجددن و به من پیشنهاد دادن، گفتن که تو انرژی زیادی داری، به جای اینکه بیای انرژی تو توی مسیرهای دیگه تلف کنی و اینا با شیطونی و شیطنت و اینا همراه باشه، بیا معرفیت کنم شهبا، برو تو نزدیکترین جا به محل سکونت تو، اون یکی از ستادهای فرماندهی بسیج، نه پایگاه بسیج و چیزای رد پایین تر، یکی از ستادهای فرماندهی معرفیت کنم که جای خوبی هم هست، به عنوان یک نیروی پاره وقتی حتی به حقوق هم میدن و اونجا مشغول شو، اونجا جای خوبیه، بچه های خوبی هستن اونجا و فلان. من هم پشته من پذیرفتم که این کارو بکنم، چون اون زمان که دنیای کوچیکی داشتم، بچه بودم، عشق بی سیم و اسلحه و اینجور چیزا رو داشتم. یادم میاد که تو ذهنم اینجور چیزا رو مرور میکردم و به عشق این که به یه همچین چیزایی برسم سریع پذیرفتم. رفتم اونجا و معرفی کردم خودم و خب به لحاظ اینکه یک فرمانده ارشد که بالا دستی اونها بود منو معرفی کرده بود، از همون روزهای اول مورد توجه قرار گرفتم و بدون اینکه مدارج و اون روند طبیعی و تدریجی رسیدن به بعضی جایگاه ها رو طی کنم، به یک باره به یک سری مسئولیت هایی منو منتسب می کردن، منصوب می کردن که رضایت خاطر اون سردارهای بالادستی رو که منو معرفی کرده بودن رو هم کسب کنم. شما به اونجا که معرفی شدین، معذرت بخوام، اونجا که معرفی شدین به اون مقر که حالا یه بار بگیم به کجا معرفی شدین، چند سالتون بود و چون گفتین دبیرستان تازه، چند سالتون؟ 15 سالم، سال اول دبیرستان بودم. خب 15 سال اول دبیرستان. بعد معرفیتون کردن به ستادهای فرماندهی بسیج جوری هستن که توی چارت سازمانیشون بهشون گفته میشه حوزه‌های مقاومت بسیج، که هر کدوم از این حوزه‌ها به چیزی اولوش 25 تا 30 تا 35 تا پایگاه بسیج رو توی یک منطقه وسیع زیر مجموعه خودش داره و اونها رو اداره می‌کنه. منو به یه همچین جایی معرفی کرده بودن.
بعد خدمت شما بگم که تو اونجا خب وارد این مسیر شدم و حالا مسئولیت هایی که گرفتم مثل مسئولیت معاونت منابع انسانی یا معاونت اطلاعات، حتی معاونت عملیات و حتی بعدها که خودتون اشاره کردید از طرف سازمان حفاظت اطلاعات سپاه به عنوان نماینده اونها توی اون حوزه معرفی شدم و اینها. حالا اینها همشون به کنار، مد نظر من نیست. اون چیزی که من باید خدمت شما بگم اینه که حضور من تو اونجا چون از روی ریا نبود و خالص و مخلصانه رفتار می کردم و یک رگه های مذهبی هم بالاخره ما ایرانی هممون داریم و یک شیعه هستیم که اکثرا یک ارادت و عشقی نسبت به ابا عبدالله الحسین و یه همچین ارزش هایی داریم. اون زمان خب اینجور چیزها توی وجود من بود. من یادم میاد که با وجود اینکه دنیای کودکانه‌ای داشتم ولی عشق خاصی به امام حسین و واقعه کربلا داشتم و همیشه افسوس می‌خوردم که چرا من تو اون دوران نبودم که تو رکاب امام حسین شهید بشم و یا همچین چیزهایی تو ذهن من بود که خودتون میدونید به لحاظ اینکه جامعه خاصی داریم به جای اینکه بهتر زندگی کردم و مسائل شاد رو، شاد کننده رو به ما آموزش بدن، همیشه ما رو ترغیب کردن به شهید شدن و مردن و کشته شدن و اینجور چیزا. او من نمیدونم که آیا بس شده. خب بریم پس. آقای سلمانپور میشنوید صدای بنده رو؟ بله. خب تا همونجا اسکایپتون بود که بفرمایید که شما عاشق ابو عبدالله الحسین بودین و کربلا و میگفتین کاش من اونجا بودم که شهید میشدم در رکاب حسین. بقیهش بفرمایید. بله، توی فرهنگ ما ایرانی ها یه همچین چیزهایی هست. خب من یه همچین مسائلی تو روحیم بود و توی بسیج دقیقا سوء استفاده‌ای که از ما کردن این بود که اومدن دقیقا از همین نقطه وارد می شدن و عشقی که ما نسبت به این ارزش ها رو داشتیم تبدیل می کردن به اینکه عشقی نسبت به ولایت و رهبری و این مسائل داشته باشیم، یعنی در واقع تو همون مسیر قرار می‌گیریم. به ما نوعی تبلیغ و تعریف می‌کردن، یعنی همون پروسه شستشوی مغزی که اگر بخوام عامیانه صحبت کنم، که همین آقای علی خامنه‌ای رو که می‌بینید در واقع همون حسین زمانه و اگر تو مسیر ایشون قرار بگیرید، یعنی در واقع تو همون مسیر عاشورا و ابو عبدالله الحسین قرار گرفتید و همین ترتیب ما رو عاشق و شیفته این شخص کرده بودن، علارغم اینکه یک سری توصیفات خاصی هم از نوع زندگی ایشون به دروغ به ما انتقال میدادن که ساده زیست اله بله یه همچین رفتارهایی داره و اینها، و ما واقعا عاشق و شیفته ایشون شده بودیم. به جایی رسیده بودم که من به خاطر دارم اگر تو اون زمان به من اعلام میکردن که از رده های ولایت، نه خود آقای خامنه‌ای هستم، فقط از رده های ولایت به تو دستور رسیده که خودت از بالای یک ساختمان 5 طبقه پایین بندازی، من این کارو میکردم و حتی سوال پرسیدن تو این مسیر رو هم خطا و گناه میدونستم. تازه در این حد، یعنی با ما خب روی مغزی داده بودم و از انرژی ما استفاده میکرد. آیه سلمانپور، ما چون خیلی میدونید که به هر حال وقت برنامه محدود متاسفانه و در نتیجه روی اتفاقها بیشتر بریم که بتونیم جمع بزنیم تا روی برداشت ها و ذهنیت ها، خواهش میکنم بفرمایید که خب بعد چند وقت اونجا بودین و بعد کی رفتین تو شهرداری دوره احمدی نژاد کار کردین؟ خواهش میکنم. من زمانی که توی بسیج بودم خب یک سری اتفاقات خاص و مواردی که بود از بالا هم منو حمایت میکردن باعث شد که با یک سری از افراد خاص دیگه‌ای که از سرداران سپاه بودن، از شخصیت‌های خاصی بودن، آشنا بشم. از جمله یکی از این افراد مرحوم داوود احمدی نژاد بود که برادر رئیس جمهور سابق حسنی بودن، یعنی فوت شدن.
من همیشه دیدن ایشون میرفتم و از ایشون میخواستم درخواست میکردم که منو به یکی از رده های اطلاعات سپاه و بسیج معرفی کنم و اونجا مشغول بشم، چون اون زمان علاقه زیادی نسبت به این مسائل داشتم به خاطر اختصاصات سنی. و ایشون همیشه میخندیدن در این درخواست، در مقابل این درخواست من میگفتن که برو اول دانشگاه، هر وقت دانشگاه پذیر گفته شدی من تو رو. تا اینکه بالاخره من از دانشگاه پذیرفته شدم توی رشته جامعه شناسی و خوشحال رفتم پیش ایشون و از ایشون خواستم که به قولشون عمل کنم و انصافا ایشون هم به قول خودشون عمل کردن. با یک تلفن من رو به شخصی به نام سردار حاج حسن محقق معرفی کردن که خیلی اسمش آشنا نیست برای مردم، ولی یکی از مرموز ترین شخصیت های اطلاعاتی سپاه پاسدارانه که از دوستان نزدیک و صمیمی سید مشتبه خامنه ای هستش. ایشون اون زمان معاونت اطلاعات قرارگاه سارالله تهران بودن که میدونید قرارگاه سارالله یه قرارگاه و امنیتی هستش که حتی تو مواقع بحرانی از وزارت اطلاعات گرفته تا نیروی انتظامی و همه لشکرهای سپاه تو تهران زیر مجموعه این قرارگاه سارالله در میاد و هدایت سرکوب رو اینها بر عهده میگیرن. من 3 هفته ای رو توی قرارگاه سارالله اونم توی معاونت اطلاعاتش بودم و اونجا حالا بماند که چه چیزهایی رو شاهد بودم، چه پرونده‌های پیگیری می‌شد اینا. بعد از 3 هفته به یک باره ورود من رو به معاونت اطلاعات قرارگاه سارالله که اون زمان تو سرای تختی بود و ما از در ورود خروج می‌کردیم، بچهای اطلاعات و حفاظت از در بالا ورود خروج می‌کردن، جلوی منو گرفتن گفتن که شما به فرموده حفاظت اینجا نباید بیاید، شما جابجا شدید به منطقه مقاومت سپاه تهران بسیج استان تهران. که البته دلیلش رو هم به من اون زمان نگفتم، ولی من چند سال بعد که تو نهاد ریاست جمهوری بودم اون زمان به یک شخصی از بچهای حفاظت سپاه برخورد کردم که در جریان پرونده من بود. اون زمان به من گفتن که دلیل انتقال من ممنوع شدن ورودم به معاونت اطلاعات قرارگاه سارالله سوابق برادر بزرگترم حسین سلمانپور بوده که قبلا تو دهه 60 از طرفداران سازمان مجاهدین خلق بوده، بازداشت شده بوده به همین رابطه و اینها. حفاظت گویا در اون زمان نظرش این بود که برادرش احتمالا همچنان سر موضع هستش و وجود یه همچین برادری تو این خونه با وجود اینکه ایشون اینجا باشن و از بعضی پرونده‌های امنیتی سر در بیارن خطرناک، احتمال داره تخلیه اطلاعاتی بشه و در اختیار سازمان مجاهدین قرار بگیره. بنابراین منو انتقال دادن خیلی محترمانه به منطقه مقاومت استان که حفاظت من اعلام کردم بعدها که نوشته بود که ایشون میتونه تو رده های دیگه سپاه حضور داشته باشه، ولی معاونت اطلاعاتون هم تو قرارگاه سارالله هرگز. خلاصه من رفتم توی منطقه مقاومت استان تهران، هم 2 سالی مشغول بودم. بعد از 2 سال لحاظ اینکه مسافت مشکا خونه و این محل کارم با هم جور در نمی‌اومدن خسته کننده بودن، تصمیم گرفتم از اونجا خارج بشم، حتی شغل آزاد داشته باشم. دوباره مجددا همین جناب آقای داوود احمدی نژاد اون مکتب به داد من رسیدن و من رو به شهرداری تهران معرفی کردن که سال 82 تازه برادر ایشون به عنوان شهردار تهران، یعنی محمود احمدی نژاد به عنوان شهردار تهران انتخاب شده. من رو معرفی کردن، رفتم شهرداری تهران و 2 سالی هم اونجا بودم، حدود 2 سال 3 سالی هم اونجا خدمت کردم. و سال 84 که تیم آقای احمدی نژاد نهاد پاسور رفتن، من با اونها نرفتم، من جا مونده بودم، یعنی من با اونها هیچ قرابت خیلی خاصی نداشتم. تا اینکه یک سری موضوعات خاصی پیش اومد توی شهرداری تهران، تیم آقای غالیباف شروع کردن به اینکه در مورد آقای احمدی نژاد ایشون پرسازی کنن، یعنی میگشتن باید آقای احمدی نژادی قطعی خلافی چیزی در بیارن و ظاهرا خیلی موفق نبودن. نمیدونم چه کسی به اشتباه به اینها خود داده بود که فلانی فرهاد سلمانپور یک جعبه سیاهیه توی این موضوع، خیلی از دلال های اونا رو میشناسه، میدونه از روابط پشت بردشون تو گدون پروژه خلاف کردن و اینشون مسائل. خلاصه یک شخصی به نام آقای تنها که اون زمان مدیر کل حراست شهرداری تهران بود و یک شخصی به نام آقای دانش که از وزارت اطلاعات نماینده بودن توی حراست شهرداری تهران برای من مزاحم
تهمت های ایجاد می کردن، من های صدا می زدن و از من می خواستن که اگر چیزی می دونم من بگم و اینها، و حتی به من قول ریاست سازمان زیباسازی شهرداری تهران رو دادن، گفتن کمکت می کنیم به یه همچین جایی برسیم. ولی خب من تو این قصه ها نبودم که به خاطر پیشرفت کاری خودم رو آوار کنم رو سر کسای دیگه. مخالفت کردم و تا اینکه اختلافات ما بالا گرفت، من این موضوع رو به های آقای احمدی نژاد و همین حاج داوود احمدی نژاد اطلاع دادم که متوجه باشن، با خبر باشن که آقای قالیباف بد جوری داره روی اینا کار میکنه، اینها رو احتمالاً خرابشون کنه تا دوره انتخابات ریاست جمهوری آتی خودش احتمالاً بیاد کاندید شه. یه همچین نیتی رو من تصور میکردم. حالا شاید باطن قضیه چیز دیگه. آقای سلمانپور ببخشید، خیلی عذر میخوام اینو میگم بهتون، تکون نخورین پشت دوربین و با دستاتون هم تا میتونین حرف نزنین، ببخشین، چون به محض اینکه دستتون رو میارین جلوی دوربین این تصویر خراب میشه و صدا خراب میشه. خواهش میکنم یکم هم سریعتر بفرمایید این مرحله رو، چون در واقع از اینجا به بعدی که اهمیت پیدا میکنه و زمان زیادی هم نداریم که میرین به تو شهرداری. شما تو بازرسی کار میکردید و در نهاد ریاست جمهوری هم وقتی که منتقل شدید باز در بازرسی نهاد ریاست جمهوری کار میکردید، درست عرض میکنم؟ بله درست. خیلی خوب، سالشو فقط بگین تا میره تا دیمای 88 که شما رو بازداشت میکنن. خواهش میکنم. من از سال 85، یک سال بعد از اینکه اینا رفته بودم، بالاخره منو بردن اونجا پیش خودشون که مبادا من چیزی در اختیار اونا قرار بدم. و دوران خدمت من توی نهاد ریاست جمهوری از سال 85 شروع شد و توی این اسنا بود که من وقتی که وارد حیات خلوت حکومت جمهوری اسلامی شدم، تازه متوجه شدم که خیلی از ادعاها و عملهای این افرادی که حاکمان جمهوری اسلامی هستن به شدت با هم دیگه اختلاف داره و متوجه یک سری جزئیاتی شدم، متوجه یک سری داستانهایی شدم که یکی دوتا نیستن این طالب. یعنی بازگشت من و متنفر شدن کسی که یک زمانی عاشق و شیفته این حکومت بود و تبدیل شدن اون شخص به یکی از متنفرترین آدم ها از این حکومت، یک اتفاق نبود، یک پروسه چند ساله بود که بیشترش توی نهاد ریاست جمهوری و هم خود که به عنوان حیات خلوت جمهوری اسلامی بود که یکی از اون اتفاقات به عنوان مثال همون کارتابل معروف روسای شنبه دفتر علی خامنه‌ای به محمود احمدی نژاد بود که خیلی ها از این موضوعات خبر ندارن. آقای احمدی نژاد هم هیچ وقت اطلاع رسانی نکردن با وجود اینکه خیلی تحلیل بعضی مسائل رو عنوان میکنن و اینا. و عرض کنم خدمت شما که تو این پروسه‌ای که من متوجه خیلی از مسائل شدم و برگشتم، رسیدیم به روزهای پر التهاب انتخابات 88 و اون زمان من واقعا دلی شکسته داشتم از این که هموطنانم رو میدیدم که چطور در خونه خودشون میغلطن تو خیابونا به صرف یک راهپیمایی ساده و اینها، و به طب تنفر من از علی خامنه‌ای و این حکومت فاسد بیشتر و بیشتر میشد، تا اینکه موضوع افشای یک سری مدارکی برای من پیش اومد که در راستای حمایت از مردم می‌خواستم این کارو انجام بدم. یک سری اسنادی بود که از طرف دبیر شورای عالی امنیت ملی خطاب به محمود احمدی نژاد گزارش داده شده بود که اجازه بدید این رو من مختصر توضیح بدم خدمت اگه شما. اگه دستتون رو نیارین جلوی دوربین، خواهش می‌کنم بگین، چون به محض اینکه میایین صدا و تصویر خراب میشه، ما دیگه هیچ نمیشنویم. خواهش میکنم بفرمایید. اون موقع دبیر شورای عالی امنیت ملی سعید جلیلی بود و طبق قانونشون رئیس شورای عالی امنیت ملی هم رئیس جمهور دیگه، یعنی احمدی نژاد بود. بفرمایید، خواهش میکنم. خیلی از افراد نمیدونن که ریشه اختلافات احمدی نژاد با ایجهی که منجر به برکناری اون شد چی بود.
آقای احمدی نژاد یک تنفر خاصی نسبت به آقای هاشمی و خاندان فاسد ایشون داشتن و بنابراین از روزهای اول ریاست جمهوریشون در مورد ایشون خیلی کار میکردن که این افرادی رو که منتسب به ایشون هستن از وزارتخونه‌ها و جاهای کلیدی حذف کنن، از جمله وزارت اطلاعات، که افرادی بودن که اونجا منصوبان هاشمی رفسنجانی بودن، خیلی نزدیک بود بودن بهش، اصلا هیچ اعتقادی به علی خامنه ای و کسان دیگه ای نداشتن. و محمود احمدی نژاد از روزهای اول خواستار این بود که این افراد حذف بشن، ولی محسن ژی اونها رو حذفشون نمیکرد، برکنار نمیکرد، که معاونهای ارشد وزارت اطلاعات هم بودن چند نفرشون، مثل آقای حاج حبیب الله حقیقی که معاون فرهنگی سیاسی بودن، یا آقای پیروز آبادی تو معاونت فنی، یا آقای معین تو حفاظت، یا آقای خزایی جاسوسی. اینا افراد مد نظر آقای احمدی نژاد بودن که اینا باید برکنار بشن. ولی آقای اژه‌ای همیشه میگفتش که هنر یک مدیر انقلابی اینه که افرادی رو که از مسیر انقلاب خارج شدن رو برگردونه، و با این شعار این کار انجام نمی. تا اینکه ما رسیدیم به روزهای پرالتهاب 88 و اعتراضات مردمی که اینها اتنه خطاب میکردن، وزارت اطلاعات هیچ کاری در اون رابطه انجام نداد، یعنی توی سرکوب معترضین، و البته نه به این عنوان که طرفدار مردم بود و این کار رو نکرد، فقط به صرف این که طرفدار هاشمی و جریان موسوی بودن این کار رو نمیکرد. و خیلی ها اشتباه میکنن، فکر میکنن اگر 209 بند 209 وزارت اطلاعات و 240 پر از متهم بود، پس وزارت اطلاعات مشغول بوده. نه خیر، اینجوری نبوده. هر چی که متهم توی 209 و 240 تلمبار شد توی روزهای سرکوب معترضین، متهمایی بودن که فقط سازمان اطلاعات استان تهران اونها رو بازداشتشون کرد. وزارت اطلاعات هیچ کاری نکرد. سازمان اطلاعات استان تهران چون یک مدیر اصولگرا داشت، این اقدامات رو انجام داد. وزارت اطلاعات کاملا خوابیده بود و احمدی نژاد از این موضوع خیلی ناراحت بود که چرا وزارت اطلاعات زیر مجموعه خود من نباید توی موضوع سرکوب معترضین کمک حال من باشه. بنابراین اومد یک ترفندی رو بزنه و دبیر شورای عالی امنیت ملی رو موظف کرد به این که یک گزارش کاملی تهیه کنه از اینکه کدوم ارگان‌های نظامی امنیتی و انتظامی چه کارهایی رو در بحث سرکوب معترضین که خودشون فتنه مینامیدن انجام داد، و در واقع می‌خواست که با این کلک جای خالی معاونت‌های خاص عملیاتی وزارت اطلاعات دیده بشه، که آقای جلیلی هم اومدن یک گزارش مفصلی رو تهیه کردن و به عنوان مثال گفتن که نیروی انتظامی با این یکان و با اون یکان و با اون نیروهاشون مثلا فلانجا تا فلانجا رو گروه کرده بودن، این کارو کردن، اون کارو کردن، سپاه این کارو کرد، نیروی انتظامی این کارو کرد. و تو این گزارش 153 صفحه‌ای جای معاونت‌های عملیاتی وزارت اطلاعات خالی دیده شد، که احمدی نژاد دقیقاً می‌خواست به همین برسه. تو همون روزایی که این گزارش رسیده بود به دفتر ریاست جمهوری، انقدر این مملکت این سیستم فشله و بدبخت هستن که یه همچین گزارش مهمی روی میزی جا مونده بود، و من یک شب تا صبح با این گزارش تنها بودم و تونستم از اون کپی برداری کنم، کپی و عکس تهیه کنم. و بعد از یه مدت تو مجادله بین وجدان و عقلانیت خودم، اومدم به این نتیجه رسیدم که من باید به وجدان خودم عمل کنم و این اسناد رو به یک جاهایی که به این موضوعات رسیدگی کنه برسونم. اون زمان خب من تازه مثل شما و دوستان حقوق بشری خب رابطه‌ای نداشتم که اینا رو برسونم. تصمیم گرفتم که آدرس سایت، یعنی این آدرس اینترنتی دادگاه بین المللی کیفری رو پیدا کردم و تصمیم گرفتم که اینها رو ایمیل کنم برای اونها. هنوز نمیدونم که چطور شد که وزارت اطلاعات متوجه این موضوع شد و توی 17 دی ماه سال 1388 من رو با یک طرز فجیع بازداشت کردم و به بازداشتگاه امنیتی بردن. سر این مسئله خیلی اذیت شدم، برخوردهای فیزیکی بسیار بدی با من شد، طوری که چندین بار بستری شدم تو بهداری های داخل بند های ویژه وزارت اطلاعات، و خوب میکردن دوباره و میبردن دوباره شکرم. افراد احتمالی دیگه ای میخواستن از من بدونن که احتمال داشت این قضیه دست داشته باشم. اون پرونده یک حکم بسیار سنگین رو برای من دادن به شعبه 15 دادگاه انقلاب که خودتون قرائت فرمودی،
بعدها این حبس من 10 سالش قابلیت اجرا پیدا کرد و پس از مدتی تو سال 1395 تونستم از زندان آزاد بشم. بله. بلافاصله بعد از بفرمایید. سوالی دارید بفرمایید. بفرمایید خواهش میکنم بفرمایید. سال 95 شهریور ماه سال 95 که من از زندان آزاد شدم، مجددا تو 17 بهمن ماه سال 1395 به خاطر حمایت از چند نفر از دوستان فعال مدنی که بازداشت شده بودن، از جمله آقای آرش صادقی که تو اعتصاب غذا بود، من توی ورزشگاه آزادی یک دست نوشته‌ای رو بردم که از ما حمایت کنم و پلیس امنیت و یگان ویژه مستقر در ورزشگاه آزادی منو بازداشتم کردم و در اختیار دادسرای مقدس و بعد دوباره وزارت اطلاعات قرار گرفتم و توی اون زمان توی گوشی تلفن همراه من یک سری مکالماتی که منو مرحوم روح الله زن بود کشف شد که یک گزارش‌های خاصی رو بهشون داده بودم که در موردشون کار کنن، اطلاع رسانی کنن و تصمیم گرفتن که یه چند ماهی رو بعد از انتخابات ریاست جمهوری زندان نگه دارن تا در مورد اون مسائلی که قرار بود تو دمدمای انتخابات من با همکاری آقای روح الله زم اطلاع رسانی کنیم، نتونم موفق به این کار بشم. خلاصه مطلب این که توی خرداد سال 96 منو با وثیقه آزاد کردم، وثیقه 500 میلیون تومانی. دوباره اومدم بیرون، فعالیت‌های خودم رو ادامه دادم که خودتون شاهد هستید که یک دو تا برنامه با جناب عالی داشتم توی همین صفحه آخر در رابطه با افشاگری در خصوص بعضی مسائل که مربوط به فساد سران حکومتی بود. یکی از موارد خیلی خاصی که اون زمان برای من اتفاق افتاد و که همون پرونده جل من محسوب میشه که با مقاصد سیاسی انجام شده بود، این بود آقای روح الله زم توی تابستان سال 96 با من تماس گرفتن و از من خواستن که در مورد یک شماره تلفن همراه ایرانسل پرینت ریز مکالماتش رو در بیارم و مختصات مکانیش رو که مربوط به شرکت ایرانسل میشه. من ازشون پرسیدم که جریان چیه، به من توضیح دادن که این شماره تلفن در اختیار زهرا لاریجانی، دختر صادق لاریجانی که اون زمان رئیس قوه بود پدرش، قرار داره و از طریق این شماره تلفن همراه ایشون با یک مأمور MI6 تر ارتباطه و یک با وجود اینکه متعلم هستن با یک پسری با رابطه نامشروع داره و اگر ما پرینتش رو بگیریم به نکات جالبی میرسیم. من نتونستم رابطه ایجاد کنم توی شرکت ایرانسل رو بگیرم، ولی به ذهنم یه چیز خاصی رسید که معمولا تو حالت عادی هیچ کسی رو توی این 80 میلیون نفر شاید شما نتونید پیدا کنید که حتی به این موضوع فکر کنه، چه برسه به اینکه بره انجام بده. موضوع این بود که من تصمیم گرفتم که با یک برگه اجرایی قضایی ساخته برم این ریز مکالمات رو از شرکت ایرانسل استعلام کنم تحت عنوان استعلام قضایی و زیر پای نامه عنوان کرده بودم که پاسخ رو از طریق حامل نامه به این شعبه بازپرسی ابلاغ کنید که بتونم این نامه رو خودم در اختیار بگیرم و پاسخ رو با آقای زن بفرستم. من موفق به این کار شدم و اومدم رفتم سربرگ دادسرای امنیت رو جعل کردم. البته خودم جعل نمی کردم، می دادم یک شخصی برای من جعل می کرد، ولی چون عنوان نمی کردم که چه کسی برای من این رو ساخته درست کرده، خود جعل رو هم عمل جعل رو هم به خودم نسبت می دادم. در واقع من فقط استفاده کننده بودم. سربرگ دادسرای امنیت رو ساختم با مهر امضای بازپرس شعبه اول امنیت که بازپرس ویژه ضد جاسوسی بود، جنایتکار. رفتم این موارد خاص رو درآوردم و نامه رو در اختیار عکس نامه رو و به همراه اون سی دی مکالمات رو برای آقای زم ایمیل کردم. جنایتکار اون که می‌فرمایید، جنایتکار بود اون که می‌فرمایید که یا هست، نمی‌دونم. علی جنایت، بله. بله که به اسم گوجر انتقال بفرم. بله، یک اشتباهی رو من اینجا مرتکب شدم. بعد از اینکه نامه رو بودم از بین گذاشته بودم تو داشبورد ماشینم بوده بود، یادم رفته بود اون رو از بین ببرم. همیشه کارهای بزرگ با یک سری اشتباهات کوچیک خراب میشن. تا اینکه سال 96 وقتی که توی شهریور ماه سال 96 به خاطر مصاحبه‌ای که تو همین برنامه شما داشتم و افشاگری در مورد آقای مکارم شیرازی قاضی فاسد داشتم، من اومدم بازداشت کردم توی تبریز و توی داشبورد ماشینم اون نامه هم کشف شد.
و اولش نمیدونستن که این از راه جعلی به دست اومده از طریق یک استعلام غذایی جعلی، ولی بعدها که پیگیری کردم این موضوع رو هم فهمیدن و یک پرونده جعل هم در کنار پرونده سیاسی برای من تشکیل شد که در اون رابطه من به 10 سال محکومیت گرفتار شدم و که آقای آقاسی چون اصل موضوع رو اطلاع نداشتن پس و پیش فرموده بودن که در رابطه با جعل عنوان و مدارک نهاد ریاست جمهوری بوده که من تصحیح میکنم که این موضوع ببینید. بعد سال 96 که من آزاد شدم بله بگین ببینین یکی دو دقیقه دیگه توضیح بدین که بعد درباره فرارتون چون دیگه وقت نداریم. خواهش میکنم. بعد سال 96 آزاد شدین. خواهش میکنم. و کلی فعالیتامو تا حدودی کنار گذاشته بودم، تصمیم گرفته بودم که کار کنم. سال 97 دوباره منو این سری اطلاعات لشکر سیه کاشورا تو آذربایجان دستگیر کردم و به یک سری اتهامات واهی و حتی به خاطر اینکه عکس خصوصی خانواده من رو میخواستن منتشر کنن و من در ازای اون معامله کردم که با این برای اینها یک سری اعترافات اجباری پای دوربین انجام بدم و تا اینکه اون عکسای خصوصی منتشر نشه. و تو این پرونده هم یک ظلم بسیار بزرگی از طرف سپاه من وارد شد. بعد از اون که باز دو بودم همین این پرونده ها رو قطعی نشده بودن و در جریان رسیدگی قرار داشتن رسیدیم به سال 98. 98 باز دوباره من رو به اتهاماتی که اوائل برنامه جنابتی عنوان کردن اجتماع و تبانی و افشای اطلاعات طبقه بندی شده و اینجور مسائل من رو دوباره بازداشت کردن و به 6 سال حبس محکوم شدم و در مجموع در ادغام چندین پرونده من چندین پرونده امنیتی به همراه 10 سال جعل نامه قضایی بود به 15 سال حبس محکوم شده بودم و توی این ایام حدود 3 سال هم توی این پرونده آخر محکومیت رو گذروندم. در خدمت شما هستم. خواهش می‌کنم. آقای سعدمنپور بعد از مصاحبه‌ای که با هم دیگه داشتیم در برنامه صدای آمریکا که یک بار با فقط بدون اسم با عنوان نماینده سابق اطلاعات سپاه در واحدهای بسیج شما شرکت کردین با دیگه به اسم خودتون و که همینطور که فرمودین درباره 150 میلیون دلاری بود که ناصر مکارم شهریه میگرفت و بعد خرج میگیره و خرج شرکت‌های خصوصیش در خاورمیانه میکنه و درباره یک قاضی فاسدی هم بود که اون قاضی فاسد که الان اسمش یادم نیست بعد از این مصاحبه ما بازداشت شد و آقای سلمانپور هم بعد از یه هفته بازداشت شد. بعد از اون دیگه آزاد نشدین آقای سلمانپور تا زمان فرارتون. خواهش میکنم دیگه مختصر و فشرده بفرمایید که ماجرای فرار چگونه بود که 11 صبح روز سه‌شنبه 1 شهریور ماه 1401 از دادسرای زندان اوین شما تونستیم فرار کنین. خواهش میکنم. عرض شما خدمت شما که این موضوع فرار من فقط به صرف نه به خاطر نجات خودم از زندان، بیشترین هدف هم یعنی مهمترین هدفی که این راستا داشتم تحقیر سازمان های اطلاعاتی و امنیتی رژیم جمهوری اسلامی بود که من چون به لحاظ این که یک زمانی توی خود اینها ارتباط داشتم و یک زمانی هم بالاخره درگیر این مسائل بودم با این ارگان های امنیتی به عنوان متهمشون، از توانایی های واقعی اینها اطلاعات خیلی خوبی دارم و اینکه اینها میان سریال های موسیقی مثل گاندو رو میسازن و یا اینکه میرن یک سری از شهروندان ایرانی رو تبادل میکنن به سرویس های اطلاعاتی کشورهای دیگه باج میدن که اونا رو بگیرن تحویل اینا بدن و اینا میارن تحت عنوان اینکه این زندانی رو تحت خاطر یک عملیات پیچیده اطلاعاتی و سری نمیدونم فلان بازداشتش کردیم و بردیم به ایران عنوان میکنن، من حقیقتا خندم میگیره و ناراحت میشم از اینکه بعضی از مردم ما باور میکنن اینجور مسائل رو، در صورتی که اینا حقیرتر از این حرف ها هستن که بتونن عملیات های پیچیده اطلاعاتی رو طراحی کنن. به خاطر همین تصمیم گرفته بودم که از زندان اوین و از زندان اوین فرار کنم و اینها رو به چالش بکشم.
به خاطر همین موضوع فرار من که مطلع شدن سال 98 که همون اوایل حبس هم می‌خواستم این کار انجام بدم، منو به زندان تهران بزرگ منتقل کردم. اونجا تحت تدابیر شدید امنیتی قرار داشتم، اعزام هم کنسل می‌شد به خاطر اینکه گزارش شده بود که من می‌خوام فرار کنم و اینا. حتی عکس منو دم در ورودی زندان نصب کرده بودن که فرار کنه. به همین افسر نگهبانا توصیه کرده بودن که به هنگام اعزام من به بیرون از زندان خیلی حواسشون باشه و اینا. بالاخره این موضوع برای من دست داد که یعنی این فرصت دست داد که بتونم این کار انجام بدم. بعد از بازگشت دوباره به زندان تصمیم گرفتم که مجددا این کار رو انجام بدم و طراحی من این بود که در مجاورت زندان این یک دادسرایی هستش که خودتون میدونید همون دادسرای امنیت، دادسرای مقدس که دو تا در داره، یک در از بیرون که مراجعه کننده ها از اون وارد میشن و یک در از داخل زندان که ماموران اطلاعات متهمین رو به دادسرای امنیت میکنن و برمیگردونن به داخل بندهای امنیتی. من میخواستم که وارد این دادسرا بشم از اون در پشتی و از دادسرای امنیت به عنوان یک مأمور وزارت اطلاعات خارج شدن از خود این دادسرا اصلا کار راحتی نیست. به کسانی که وارد این دادسرا میشن برگه های ورود میدن که موقع برگشتم یعنی خارج شدن از دادسرا حتما باید مهر شده باشم، یعنی اجازه خروج داشته باشم. بنابراین من چون از این برگ نداشتم مجبور بودم که به عنوان یک پرسنل از اونجا خارج بشم. دادسرای امنیت اوین، دادسرای امنیت اوین همون مجتمع قضایی قدس که چسبیده به اوینه و اسلام میکنم دادسرای مقدس. مقدس، معذرت میخوام. قدس یک دادگاه. بگین بگین. به هر حال من خواستم اینو بگم بعد شما اصلاح کنین و ادامه بدین. خواستم اینو عرض کنم که این دادسرایی که آقای سلمان پور ازش فرار کردن راه داره به، یعنی یکی از مجموعه های قضایی است که در داخل مجموعه زندان اوین در واقع راه داره از زندان اوین که همینطور که گفتن به، خواهش میکنم بفرمایید، یعنی بیرون از زندان نیست. خواهش میکنم. در حقیقت فقط از دادسرا فرار نکردم، من اول از زندان فرار کردم وارد دادسرا شدم، بعد از دادسرای امنیت اومدم فرار کردم بیرون. از خود زندان اوین و از بندها اومدن بیرون رو خودتو برسونی به دادسرای امنیت اصلا امکان پذیر نیست، چون خارج از بند خودش به بهداری به جاهای دیگه فقط به در کنار یک پرسنل امکان پذیره. و من تصمیم گرفته بودم که تو اون دورانی که یعنی ساعتهایی که به بهداری اعزام می شدن به نحوی بتونم افسر نگهبانی رو که مراقب من بود و من رو از بند برده بود به بهداری به یه نوعی فریبش بدم و یا از فرصت استفاده کنم اگر حواسش نباشه از اینجا خارج بشم و تازه یک مسیر بسیار طولانی رو که سر راه هم دفتر حفاظت زندان بازرسی و حتی بند 209 وزارت اطلاعات وجود داشت اونا رو رد کنم که کار بسیار سختی بود، چون امکان داشت جلوی منو بگیرم بگن اینجوری تنها داره تردد میکنه و منو برگردونم و حتی مؤاخذه بدی بکنم. و یک سری وسایلی رو، امکاناتی رو لازم داشتم، مثلا یک کیف من نیاز داشتم. تمامی افراد عادی که وارد دادسرای امنیت میشن همه وسایل خودشون رو، کیف و حتی خودکار و مداد خودشون رو باید تحویل بدن، هیچ کس حق نداره بیاره. و تنها کسانی که تو دادسرای امنیت اگر کسی میبینه که کیف تو دستشون و دارن اونها بازجو اطلاعات هستن که پرونده های امنیتی رو توی اون کیف ها هم میکنن. کسی اگر توی دادسرای امنیت کیف یک کیف های مشکی برزنتی دستشون باشه، یعنی اینکه یک مأمور اطلاعات، اینکه یک زندانی نباید با کفش پام بود و همه اینا چیزایی بودن که زندان خب جلوی منو میگرفت، اجازه نمیدادن که موقع تردد به بهداری من کفش بیرونی پام باشه، میگن دمپایی فقط باید زندانی پاش کنه یا کیفش رو ور نداره، که من مقابل اینها وای میستادم. من ادبیاتم اینجوری نیستش که اینا بتونن به من امر نکنن و خیلی باهاشون جدی صحبت میکنم و زمانی که به من میگفتن کیفتو نمیتونی برداری میگفتم که میتونم بردارم، به شما هیچ ارتباطی نداره، مدارک خصوصی من توشه، دوست دارم با خودم ببرم و بیارم، به شما هم ارتباطی نداره. و یا در مورد کفش پوشیدن خیلی جدی باهاشون برخورد میکردم و اونا نشین میکردم. خلاصه من با یه همچین وضعیتی یک ماه در صدد فرصت بودم که به بهداری مراجعه میکردم، میرفتم میومدم تا بالاخره این فرصت پیش اومد. روز یکم شهریور
در ماه سال جاری من از فرصت استفاده کردم، هم افسر مراقبی که همراه خودم بود و هم افسر نگهبان بهداری زندان اوین رو به یه نوعی سرشون رو مشغول کردم، از اونجا خارج شدم و خودم رسوندم به در پشتی داسرای امنیت. صبر کنید. ببخشید شما رو، یک گفتین فاصله بهداری اوین با داسرای امنیت طولانی است، یعنی چند متر، چند کیلومتر، یعنی چقدر؟ میفکرم 500 متری میشه. 500. این تیکه 500. صداتون رفت حدوداً. اون تیکه ای که شما مریض شدین یا به هر حال تمرکز کردین که شما رو ببرن بهداری اوین، بردن بهداری با یک افسر همراه، بردن بهداری و اونجا هم یک افسر پزشک در بهداری اوین بود. اینجا شما دیگه نفهمیدیم تو بهداری چه اتفاقی افتاد که شما اومدین بیرون؟ خواهش. بالاخره بعد از یک ماه این فرصت به من دست داد که هم افسر نگهبانی که از بند با خودم اومده بود حواسش نبود و هم افسر نگهبانی که پزشک نیست، البته اصلاح کنم، افسر نگهبان افسر مراقب ساده است که دم در بهداری میشه تا زندانیا بدون افسر مراقب از بهداری خارج نشن. بالاخره این تو این روز یکم شهریور ما هر دو اینها حواسشون پرت بود، من تونستم از اونجا بزنم بیرون و تو این مسافت 500 متر رو طی کردم که واقعا کار جالبی بود اون خودشم، چون دفاتر حفاظت و بازرسی عرض کردم تو این مسیر قرار دارم، وجب به وجبش هم دوربین های مدار بسته، ولی هیچ کس نگفتش که به قول معروف خرید به چمنه و من خودم رو رسوندم به در پشتی داسرای امنیت. از شانس بعدم اونجا دیدم که این سه خلدنا که من از وزارت اطلاع بند وزارت اطلاع می‌بردم برای باز یه داسرا، همیشه این در باز بود و هیچ نگهبانی هم پشت در نیست، چون اصلا حتی پرسنل زندان هم جرئت نمی‌کنن به این داسرا نزدیک بشن، یه جای مخوفی به نظر میاد توی ذهنیت حتی پرسنل زندان. رسیدم اونجا دیدم یک آیفونی رو گذاشتن و یه لحظه پشیمون شدم، میخواستم برگردم ولی با خودم گفتم تا اینجای کار اومدم باید ادامه بدم. نهایتش اینه که من یقه میکنن که چرا اینجا اومدی، میگم برای پیگیری پرونده‌ام اومدم اینجا. آیفون رو زدم و باز بدون اینکه یک نفر از من بپرسه که پشت آیفون تو کی هستی و فلان، در رو زدم باز شد، من وارد داسرا شدم از در پشتی، کیف تو دستم رفتم خودم رو رسوندم به اون قسمتی که مراجعین از اونجا عبور میکنن، وارد داسرا میشم، به مامور حفاظتی برگشتم با یه لحنی که احساس کنه که من یک پرسنل هستم، یک مامور اطلاعات هستم، یه جوری هم کیف رو تو دستم گرفته بودم که جلب توجه کنه من کیف تو دستمه، من مامور اطلاعات بازجو هستم. بدون اینکه خودم رو مامور اطلاعات معرفی کنم رفتم جلو، گفتم که یکی از همکاران ما به نام آقای حسینی قرار بود که امروز مراجعه کنم از در اصلی، شما لطف کنید ایشون وقتی اومدن راهنمایی کنید، هماهنگ کنید که وارد داسرا بشن. بدون اینکه از من سوالی بپرسه یه نگاه به کیفم کرد و یه نگاه به سر و وضع من کرد که دقیقاً میدونستم چه جوری باید لباس بپوشم رفتار کنم، برداشت تلفن رو به مأمور دم در داسرا اطلاع داد که شخصی به نام حسینی از وزارت اطلاعات قراره بیاد، اگر اومد بفرستینش داخل. من تو اون لحظه لوس نکردم، نخواستم که بگم درو باز کن خودم برم بیرون، گفتم شاید مشکوک بشم. برگشتم دو سه دقیقه نشستم روی صندلی‌های واحد اجرای احکام و دوباره بلند شدم رفتم مراجعه کردم به همون مأمور، گفتم آقا چرا حواستون نیست، همکار ما الان 20 دقیقه است که دم در داسرا منتظره، شما چرا ایشون راهنمایی نکردید بیان داخل؟ اون یه لحظه ترسید از اینکه احتمالاً به دردسر بیفته از اینکه یک مأمور اطلاعات رو راهنمایی نکردم بیاد داخل و خواست که دوباره زنگ بزنه، گفتم نمیخواد شما کاری بکنید، در رو باز کن خودم برم بیارمش داخل. با یک تحکم خاصی همین رو گفتم، سری ریموت رو زد و اون دری که به صورت برقی هم از باز شد و من از اون سالن مراجعین و بغل دستگاه ایکس‌ری عبور کردم و آزاد شدم و اومدم به همین راحتی بیرون. از جای اومدم بیرون که بر طبق گفته ماموران وزارت اطلاعات بهش میگن چشم نظام، یعنی به هم داسرای امنیت و هم به زندان اوین میگن اینجا چشم نظامه، اینجا چشم بینای نظامه. من فقط خواستم بهشون بگم که چشم نظامتون یه مقدار فکر کنم آب مروارید آورده و خوب نمیتونه ببینه، و خودم رو رسوندم بیرون و یک تاکسی رو از قصر در مقابل دوربین ها گرفتم
که دوربین های محوطه زندان میگرفت که میدونستن بعدها میرن سراغ این راننده تاکسی به لحاظ این که یه دوربین ها دیده میشه و به دروغ به اون راننده تاکسی گفتم که منو برسون ترمینال آزادی چون میخوام برم تبریز و مطمئن بودم که بعدها میرن سراغ اون راننده تاکسی که این آقا رو اون روز کجا رسوند، اینا اینم میگه رفته تبریز و اینا منعرف میشن و من میتونم یکی دو روزی تو تهران کارامو انجام بدم و بعد حرکت کنم برم از یکی از مرزها خارج بشم، که همین اتفاق هم افتاد و الان در خدمت شما هستم. بود بسیار بسیار سپاسگزارم آقای فرهاد سلمانپور ظهیر. فرصت نداریم، من فقط بگم لباس و کفش یه دقیقه، اگر واقعا یه دقیقه جواب بدین آقای ظهیر، اگر نه میتونیم بعد با هم صحبت کنیم دوباره. لباس و کفشی که شما عوض کردین لباس زندانی، قاعدتا لباستون چی بود؟ لباس زندانی معمولا چی اونجا در بند عمومی که بعد عوض کردین، لباس از کجا آورده بودین، چی بود؟ و کفش جدید میگین گفتین ظاهر اطلاعاتی و اینا درست کرده بودین. خواهش می‌کنم کوتاه بفرمایید. لباسی که تو داخل زندان میپوشن لباسای راحتی و اکثرا ورزشی و تیشرت و شلوار راحتیه. من فقط شلوار بیرونی و همون پیرهن و شلواری رو پوشیدم که روز بازداشتم تنم بود و همینجوری نگه داشته بودم و به خودم قول داده بودم که یه روزی بدون اینکه رژیم مهر آزادی منو بزنه خودم رو از این زندان آزاد خواهم کرد و با همین لباسم بیرون خواهم اومد که به قول خودم به وعده خودم عمل کردم. و اون کسایی که توی دادسرای امنیت بودن هیچ کدومشون قبلا شما ندیدی بود نجونشون؟ یعنی شما رو نمیشتم؟ همینش خنده داره موسیقی دیگه. یعنی اینها اینقدر بدبخت هستن که توی امنیتی ترین جاهاشون نیروهای زبده و کارآزموده ندارن و یک نفر، یک زندانی به راحتی فقط با یک لباس میتونه خودش رو یک پرسنل جا بزنه و از چشم نظام بزنه بیرون. یعنی اونجا دوربین مثلا حتما هست دیگه تو خود اونجا، بعد کسی پشت مثلا اون چانم بفرمایید شما عرض کردم که دوربین حتما هست دیگه، داده دادسرای امنیت رو نشون میده و حتما کسایی هستن که دارن چک میکنن و رصد میکنن و اونجا تنها چیز شگفت‌آورش این است که کسی از اون پرسنل، یعنی اون پرسنل کیان که کسی از اون پرسنل شما رو نشناخته تو همون 3 دقیقه 5 دقیقه‌ای که شما در دادسرای امنیت بودین قبل از اینکه بیایم بیرون. من فکر میکنم افرادی که تو اتاق مانیتورینگشون بودن یا حالا پای سیستم نبودن، نگاه نمیکردن یا منو نشناختن و اینا بسیار. و من وارد شدم و واقعا اون تیپی که من داشتم تیپ یک پرسنل بود که به خودم بسیار گرفتم تا بتونم بیام بیرون و عدد هم که داشتم کمکم کرد. بسیار بسیار سپاسگزارم فرهاد سلمانپور ظهیر. خوشحالیم که دیگه در زندان، بنده شخصا خوشحالم که دیگه در زندان نیستید و امیدوارم که مراقب خودتون باشین و شما رو در آزادی کامل ببینیم شبتون. بله بریم پرده آخر. امیرالمومنین قسل داد بدن حضرت صدیقه طاهره کفن کرد، خواست بند کفن رو به همه تونید، من نمیخوام رو حضور بخونم، میخوام شما متوجه بشی. خواست بند کفن ببنده، صدا زد بچه ها بیای یه بار دیگه مادرتون رو ببینید. خب این طبیعی هم هست، تو اصل خونه بند کفن که میخوان ببندن میگن بچه های میت بیا صورت چی ببینن، میخوام ببندیم کفن رو. خب میریزن، میت هیچ تکون میخوره؟ ابدا. این دختر جیغ میزنه، اون پسر عوار میزنه میگه مادر، اون مرد میگه آی همسر، هیچ ابدا هیچ تکون نمیخوره، ابدا هیچ اکسل عملشون نمیده. اما همچی که گفت یا حسن و یا حسین حلمو و تزودو من امکم، حسن جان و حسین جان بیاین. امیرالمومنین که دروغ نمیگه، امیرالمومنین نیاز نداره قسم بخوره حرفشو من باور کنم، اینجا قسم خورده. فرموده تا گفتم بچه ها بیای والله و لقد حنت و انت، به خدا قسم دیدم فاطمه در جوف کفن ناله زد، دستاشو باز کرد. اگه مرده بغل باز میکنه کرد، پس معلوم میشه مرده اینا با مرده بقیه مردم چی چیه؟ این شب روزگار خوش.